ایران پیشرفته ترین سیستم فیلترینگ دنیا را دارد. گفتگو با رئیس شرکت سایفون که فیلتر شکن می سازد. در انتظار باز شدن پنجره‌ای به دنیای بهتر، گزارش اختصاصی از هزاران پناهجوی ایرانی و افغان در ترکیه. برگه‌ای داخل کیف من پیدا کردن که خودم رو در صربستان افغانی معرفی کرده بودیم و به آلمان رسیده بودیم. و وقتی آلمان با یک نرم افزار مچ پناهجویان قلابی را می‌گیرد. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. سازندگان فیلتر شکن سایفون میگویند ایران پیشرفته ترین و مؤثرترین سیستم فیلترینگ اینترنت در دنیا را دارد. مایکل هار، رئیس شرکت سایفون، در گفتگوی اختصاصی با بی بی سی فارسی مبارزه با سیستم فیلترینگ ایران را به یک جنگ فرسایشی تشبیه کرده و گفته وقتی پیام رسان تلگرام فیلتر شد، شمار کاربران سایفون در ایران برای دو هفته به بیش از 10 میلیون نفر رسید. گزارش بهرنگ تاجدین را ببینید با این توضیح که شرکت سایفون همکار بخش دیجیتال بی بی سی است. نبردی جهانی برای آزادی اینترنت، جنگی که در آن فیلترگذار و فیلترشکن بر سر دسترسی مردم به سایت‌ها و خدمات اینترنتی با هم مبارزه می‌کنند. سایفون یکی از معروف‌ترین سلاح‌های این نبرد است. فیلترشکنی که می‌خواهد تنها با چند کلیک امکان عبور از سد فیلترینگ را فراهم کند. مایکل هال، رئیس شرکت کانادایی سازنده این نرم افزار، میگوید بیشترین کاربرانش در ایرانند. در شرایط فیلترینگ عادی روزانه 1.5 تا 2 میلیون نفر در ایران از سایفون استفاده میکنند. ولی در مواقع فیلترینگ شدیدتر یا مثلا وقتی که یک سرویس خاص مثل تلگرام رو میبندن، این آمار بالا میره. مثلا اوایل سال 2018 میلادی برای دو هفته روزی به بیشتر از 10 میلیون ایرانی خدمات میدادیم. کشورهای مختلف دنیا سایت ها را به دلایل متفاوتی فیلتر می کنند. از پخش فیلم و سریال دزدی و هرزنگاری کودکان گرفته تا سایت های خبری و شبکه های اجتماعی. آیا این حق رو برای حکومت ها قائلید که به دلایل مختلف دسترسی به بعضی از سایت ها رو قطع بکنند؟ ما یک شرکت کانادایی هستیم و تابع قوانین دولت کانادا. چیزی که ما در اختیار مردم قرار میدیم دسترسی به اطلاعات، دسترسی به پیام رسانها، به شبکه های اجتماعی و شبکه های خبری بین المللی. این که دسترسی به یک چیزی برای مردم درسته یا غلط کار ما نیست. ولی ما فکر میکنیم وقتی مردم به طور گسترده تصمیم میگیرن که از ابزار ما برای دسترسی به یک سایت یا سرویس استفاده کنن، این خود مردمن که تصمیم گرفتن. استفاده از سایفون مجانیه. بودجه شما از کجا میاد؟ ما به 4-5 تا شبکه خبری بین‌المللی سرویس میدیم. یعنی باهاشون قرارداد تجاری داریم تا امکان دسترسی به محتواشون رو فراهم کنیم. ما برای این شبکه ها مخاطب جور میکنیم و اونها به ما پول میدن. همینطور یک مقدار از بودجمون از کمک های آمریکا تامین میشه که امکان تحقیق و توسعه رو برای ما فراهم میکنه. ایران سایت هایی را فیلتر میکند که کمیته ای در دادستانی کل کشور محتوای آنها را مجرمانه تشخیص داده. سوال این است که آیا استفاده از فیلتر شکن برای رفتن به این سایت ها جرم است؟ ما اگه به لیست جرمی که در قانون جرمرانی اومده نگاه کنیم، ما همچین جرمی تحت عنوان دسترسی به محتوای فیلتر شده به عنوان جرم نمیبینیم. در مورد اینکه استفاده از فیلتر شکن ها جرم باشه هیچ تصریح نشده. بنابراین از نظر قانونی و حقوقی ما میگیم همچین جرمی وجود نداره. ایرانیان علاوه بر فیلترینگ داخلی با تحریم های خارجی هم مواجهند که باعث شده استفاده از بعضی از سرویس های رایگان خارجی برایشان ممنوع باشد. فیلتر شکن ها تو ایران یه خاصیت یا یه کاربرد دیگری هم دارن. راهی هستن برای دور زدن تحریم ها. خیلی از جا، خیلی از سایت ها یا سرویس هایی که میزبانشون کشور آمریکاست، در صورتی که متوجه بشن کاربر از ایران هست، سرویس رو ارائه نمیدن. بنابراین نه تنها ما نمیتونیم بگیم که فیلتر شکن ها ابزار انجام جرم هستن، چون اصلا دسترسی به محتوای فیلتر شده جرم نیست، بلکه خیلی جا کمک میکنه به دسترسی آزاد اطلاعات.
معروف‌ترین سیستم فیلترینگ دنیا متعلق به چین است، کشوری که مانند ایران علاوه بر سایت‌ها فیلتر شکن‌ها را هم فیلتر می‌کند. طبق تجربه شما کدوم کشور پیشرفته‌ترین و سخت‌ترین سیستم فیلترینگ رو داره؟ قبلا این چین بود که مؤثرترین سیستم‌های فیلترینگ رو داشت. ولی الان سیستم فیلترینگ ایران پیشرفته ترین سیستمیه که ما باید مرتبا خودمون رو باهاش تنظیم کنیم. باید بگم که اونها آدمهای باهوشی دارن که کارشون مقابله با آدمهای باهوش ماست. سایفون هم مانند بسیاری از ابزارها و روشهای دیگر عبور از فیلترینگ گاه گداری از کار میافتد و پس از مدتی دوباره وصل میشود. شما وصلش میکنید، کدتون رو تغییر میدید یا ایرانه که اون کاری رو که قبلا کرده بوده جلوی سایفون رو بگیره دست ازش برمی‌داره؟ حفظ فیلترینگ همونقدر سخته که پیدا کردن راه دور زدنش برای ما. شبیه یک جنگ فرسایشیه. منابعی که وزارت ارتباطات صرفش میکنه عظیمه. بعضی از روش‌هایی که برای مسدود کردن ما استفاده میکنن روی سیستم‌های مالی و تجاری خودشون هم تأثیر منفی میگذاره. در نتیجه به طور طبیعی یک مقدار مقاومت پیش میاد و فیلترینگ شدید رو فقط برای مدت محدودی میتونن اعمال کنن. چنین جنگی چندان آسان نیست. دلیل با انگیزه بودن ما بعضی بازخوردهایی که از ایرانی ها میگیریم. همین دیروز یک آقای مسنی که به تازگی بازنشست شده یک پیغام برامون فرستاده بود که خط آخرش این بود: لطفاً از این کار خسته نشید. این چیزیه که باعث میشه کار رو ادامه بدیم. 15 سال است که ایران صحنه نبرد فیلترگذار و فیلترشکن است. جنگی مغلوبه که بعید نیست سالهای سال ادامه پیدا کند. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. سال هاست که موج مهاجران و پناهجویان از ایران و افغانستان وارد ترکیه می شوند و آنجا می مانند تا زمانی که بتوانند به کشور سومی پناهنده شوند. بعضی از آنها هم در ترکیه ماندگار می شوند. ولی برای اکثرشان این کشور یک ایستگاه است. ایستگاهی که البته در سالهای اخیر توقف در آن برای پناهجویان ایرانی و افغان طولانی تر شده. حالا با قوانین جدید ترکیه آینده پناهجویان مبهم‌تر هم شده. هادی نیلی در سفر به ترکیه نگاهی کرده به گوشه ای از قصه هزاران نفر که آنجا منتظر آینده نامعلومند. برخی با پای پیاده می رسند و برخی که خوش اقبال ترند یا بهتر توانستند برنامه ریزی کنند با هواپیما و قطار. ترکیه سال هاست خط نجات اهالی کشورهای متعددی در منطقه بوده که میخواهند در کشور دیگری به آسایش و امنیت برسند. خیلی از آنها به راحتی پایشان به آنکارا پایتخت نمیرسد و در شهرهای مرزی یا شهرهای کوچک در مرکز ترکیه بار سفر به زمین میگذارند. آمار و ارقام بسیار متفاوتی درباره شمار پناهندگان و پناهجویانی که از ایران و افغانستان به ترکیه میآیند وجود دارد. بستگی دارد از آژانس پناهندگان سازمان ملل بپرسید یا از دولت ترکیه، از سازمان‌های مردم نهاد و غیر دولتی بپرسید یا از خود پناهجویان و پناهندگان. برآوردها از چند ده هزار تا چند صد هزار است، اما تعدادشان هرچه باشد هر کدام از آنها قصه خود را دارند که کمتر شبیه دیگری است. در ده ها شهر ترکیه پراکنده‌اند، کمترشان در شهرهای بزرگ. در توقفی کوتاه در آنکارا پایتخت ترکیه توانستم به دیدن چند نفر از این هزاران هزار کسی بروم که خانه و کاشانه‌شان را واگذاشتند و برای جان به در بردن یا به امید وضعی بهتر و تهدید کمتر راهی شدند. خیلی از آنها به ملاحظات مختلف ترجیح می‌دهند جلوی دوربین نیایند. فیروزه فکری و دختر و پسرش که از ایران به ترکیه آمدند ما را در اتاق کوچک و تنگی که دارند پذیرفتند. جان به لب از خشونت خانگی و آزار غذایی یک سال و نیم پیش راهی ترکیه شد. من میدونستم که خیلی سخته، چون که من باید دوباره از نو شروع میکردم. بعد امکاناتم خیلی کم بوده، بچه هم مریض بودن، ولی دیگه مجبور شده بودم تو ایران، دیگه توانم از دست داده بودم. بعد از ماه‌ها پیگیری، یکی از سازمان‌های خیریه در مسافرخانه‌ای در یکی از محله‌های کهنه شهر اتاقی برای آنها گرفته تا اینجا به درمان دخترش آناهیتا برسد که اینجا از درس باز مانده چون به او کارت اقامت نمی‌دهند.
من تو آنکارا کلینیک آنکارا ندارم که برم مدرسه. تو وان مثلا میرفتم مدرسه تا آخر سال، نه تا الان رفتم برم مدرسه با اینکه درد داشتم. الان هم من نیم تام مدرسه دارم، از مدرسه میفتم. کلاس چندمی؟ من نصف یازدهم رفته بودم، بعد دیگه اومدیم اینجا نتونستم برم. پنجره اتاقشان به حیات مدرسه‌ای باز می‌شود که می‌شد آناهیتا هم در آن درس بخواند. می‌گوید زنگ تفریح که می‌خورد پشت پنجره بازی همسن و سال‌هایش را تماشا می‌کند. اما نیما که تالاسمی دارد همچنان نتوانسته هیچ درمانی در ترکیه دریافت کند. ویزیت میشم فقط قرص می‌گیرم، کار دیگه چکاپ نمی‌شم همین. حداقل باید مثلا یه آزمایشی بگیرن، یه چکاپی بکنن که معلوم بشه من بیماریم در چه حد پیشرفت کرده. هیچ رسیدگی نمی کنم. میگن ایران چه قرصی مصرف میکردی، همونو از واره می نویسن و سر موقع من باید قرصمو بگیرم. ولی مثلا یه میبینی یه ما قرص نمیخورم، بعد یه ما تازه از واره قرص می نویسن، مثلا تاخیر بیافته خیلی مشکل پیدا میکنم. پام کبود میشه، بدن به خاطر کم خونی آهن بدنم زیاد رسوب میکنه، بدنم استخون درد میگیرم. مادر خانواده میگوید با این اوضاعی که در ترکیه میبیند فعلا دیگر هیچ امیدی به نقل مکان به یک کشور ثالث ندارد، نه فقط او که اغلب پناهجویان در ترکیه. بیشتر اونا هم که از کشورشون خارج میشن انتخابشون نیست، این اجباره که اینا رو به این سمت آورده. بعضی دیگه اینقدر اینجا فشارها زیاده ناامید شدن و میگن که خب هر چی شد شد، اینجا هم بازم براشون سرنوشتشون مشخص. با آمار رو به فزونی کسانی که در صدای رسیدن به جایی در اروپا به آبهای مدیترانه میزنند ولی غرق میشوند، باز همراه ترکیه برای خیلی ها تنها راه به نظر میرسد. همینجا تو آنکارا هم دو ماه موندم، یکی رو اصلا پیدا کردم با من صحبت کرده، گفته اگه خواستی با پول پاسپورت درست میکنم میفرستم استرالیا، کانادا، از اینجور حرفا. استیصال و درماندگی آنهایی که نه پی حشمت و جاه بلکه از بد حادثه اینجا به پناه آمدند، بازار قاچاقچی‌های انسان را پر رونق‌تر کرده. وعده‌هایی که هزاران نفر دیگر مانده در اردوگاه‌های یونان و صدها نفر غرق شده در مدیترانه خریدارش بودند. در تماس تلفنی با یکی از کسانی که از مرز ایران آدم رد می‌کند، برای یک دوست فرضی سوال کردم که چطور میتواند به ترکیه و بعد اروپا برود. میخواد بیاد بیاد خوب الان ایام مادر. چه میخواد بیاد امروز فردا پر فردا هر چی دوست داره بدین هشتمان بده دیگه ایام هشتمان. گوه برم درست باید بره یونان پاسن خودشو بده کنه راتون هم کفی هست شمالاشو میدم اون هم هوایی کت میبرید آرمان اینا حالا. کنم برای شیشی دادی رو در میاد شیشی دادی رو. اما رد شدن از مرز و ورود به ترکیه آسان‌ترین مرحله این مهاجرت است. در همه این سالها پناهجویانی که به ترکیه آمدند در اساسی ترین مقطع از روند رسیدگی به پرونده‌هایشان سر و کارشان به اینجا دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان می‌افتاد. اما حالا با تغییر روند و قدرت گرفتن بیشتر دولت ترکیه این گلوگاه قانونی عملاً به خود ترکیه واگذار شده است. آیدین از مشاوران دفتر پناهندگان سازمان ملل متحد است که به دلایل حرفه‌ای ترجیح داد هویتش در گزارش ما پنهان بماند. او که سالها با سازمان ملل یا با گروه‌های خیریه رسیدگی به پناهجویان همکاری کرده، میگوید با تغییرات اخیر عملاً برای پناهجویان راهی از ترکیه به کشورهای دیگر باز نیست. الان کار ثبت نام رو اداره مهاجرت ترکیه انجام میده در شهرهای مختلف. الان ماه هاست که این کار میکنه. پناهجو کسی هستش که فقط میاد تقاضای حمایت بین المللی میکنه. پناهنده کسی هستش که این تقاضا بنا به شرایط و وضعیتش بعد از مصاحبه اصلی قبول میشه و یا رد میشه. این مصاحبه اصلی هم قبلا در سازمان ملل انجام میشد. الان این هم به اداره مهاجرت ترکیه داده شده. چون استانداردها شرایط اداره مهاجرت ترکیه سختگیرانه تر از سازمان ملل هستش، وضعیت به این شکل خواهد بود که بیشتر ایرانی ها و افغانستانی ها به احتمال قریب به یقین رد خواهند شد در اداره مهاجرت ترکیه و در ترکیه موندگار خواهند شد. روندی که حتی از آنچه روی کاغذ به نظر می رسد هم دشوارتر شده. وقتی پناهجو به اداره مهاجرت شهرهای ترکیه مراجعه می کند هم به در بسته می خورد. میگن که ما اینجا این شهرمون پر هستش، از اداره مهاجرت اینو میگن و ما شما رو ثبت نام نمی کنیم، بعد بری شهر دیگه. بعد از یک پناهجوی ایرانی و افغانستانی فرقی نداره 7-8 بار این شهرستانش رو عوض کرد، تازه متوجه میشه که این پروسه رو به اصطلاح به شکل عمدی اینقدر سخت کردن.
تا اینکه کسانی که میان رو تعدادشون رو خیلی کاهش بدن. هم پولش میره چون پناهجوها پناهجوها پول مشخصی دارن با خودشون و متوجه میشن که در این مدت سردرگم شدن. در این میان فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای منع صدور روادید به شهروندان چند کشور از جمله ایران در آمریکا را به روی پناهجویان ایرانی بسته و راه را برای آنها سخت‌تر هم کرده. با جهش میلیونی شمار پناهجویان بعد از بحران سوریه و همچنین تورم بیش از 20% و کاهش 1/3 از ارزش لیره پول ترکیه، وضعیت برای پناهجویان در ترکیه سخت‌تر هم شده. اغلب پناهجویانی که سر از ترکیه در می‌آورند، پس انداز قابل توجهی همراه ندارند که بتوانند صرفاً با آن زندگی بگذرانند. خیلی از آنان بدون اجازه کار در بازار سیاه شغل‌هایی پیدا می‌کنند، اما اگر کسی پولشان را بخورد، دستشان جایی بند نیست. آیهان هوتک 4.5 سال پیش از افغانستان به ترکیه آمده. او را همراه برادرش در آخرین روزهای انتظار قبل از پرواز به آمریکا برای اقامت دائمی دیدم. جایی بود که من مجبور اوجا کار کنم و کار سختشان ما کردم، چون اوجا چی جواری را آب می دادم و چیزای سخت‌ترین بود، کارش سخت بود و برای ما در روز 50 لیر می داد. یک ماه کار کردم اونجا، پول ما را نداد، بس که زنگ می زدم نمبر ما را بلاک کرد، جواب ما را نمی داد. بعد از یک طریقی دیگه دوستم زنگ زدم برش، گفتم من مجبور بودم که اوجا کار کنم و از شما پول طلب نمی کنم که دست خود درست کنم برای ما خیر بده. چیزی که کار کردم برای تان پول از جنه خود ما را بده. خنده کده گوشی را بسته کد دارم. بخش بزرگی از پناهجویانی که در مسیری که امید داشتند به اروپا برسد غرق می شوند از افغانستان هستند. زیادترشان از افغانستان من، چون اوجا الان توی افغانستان روز بروز هوا حالات زندگی، شرطای زندگی سخت‌تر شده، انفجاری زیاد میشن، حمله میشن، مجبور هستن مردم که جان خود از خطر بکشن و اوجا ایک فکر نمیکنه که من از اینجا میبرم، اوجا بیخی خطر، زیاد خطر توی راست، او قدر فکر نمیکنه چون خسته شدن توی وطن خودم. پشت سر حال و روزگاری که این آدمها را گریزان میکند و پیش رو سودای اوضاع بهتر و شاید ساختن زندگی دیگر در وطنی دیگر. اما آنچه این روزها برای پناهجویان در ترکیه می‌گذرد تعلیق است و راه‌های بسته‌ای که معلوم نیست تا کی وضعشان چنین است. هادی نیلی، بی بی سی در آنکارا. در 4 سال گذشته بیشترین شمار پناهجویان در اروپا به آلمان رفتند. در اوایل این موج، عده‌ای از پناهجویان برای جلب حمایت دولت دست به تخلفات مختلفی زدند. این اقدام اداره مهاجران و پناهجویان آلمان را وادار به واکنش کرد تا با استفاده از فناوری جدید تا حدی از این تخلفات جلوگیری کند. بامداد اسماعیلی با این اداره و همچنین یک پناهجو که تخلف کرده صحبت کرده است. سال 2015 نزدیک به 1 میلیون پناهجو به آلمان آمدند. بسیاری از آنها از سوریه و افغانستان بودند و تعدادی هم از ایران و کشورهای آفریقایی مانند سومالی یا اریتره. عده کمی از این پناهجویان ظاهراً شانس خود را برای دریافت پناهندگی بسیار کم می دیدند. آنها هنگام معرفی ملیتشان را تغییر می دادند و پاسپورت خود را ارائه نمی کردند. به طور مثال پناهجویانی از الجزایر یا مراکش که خود را سوری معرفی می کردند. یا محمد کاویانی اهل ایران که خود را در مسیر راه از صربستان به بعد افغان معرفی کرد و از آنجا به نام نور محمد محمدی ثبت شده بود. هنگامی که به آلمان رسیدیم با توجه به تفتیشی که پلیس آلمان داشت، وقتی وسایل ما رو گشتن برگه‌ای داخل کیف من پیدا کردن که خودم رو در صربستان افغانی معرفی کرده بودیم و به آلمان رسیده بودیم. تقاضای پناهندگی محمد کاویانی رد شد. نکته ای که او اما آن زمان فکرش را نمی کرد، کنفرانس افغانستان در بروکسل 1 سال بعد از تقاضایش بود. آنجا بود که دولت افغانستان و اتحادیه اروپا بر سر برگرداندن پناهجویان رد شده افغان توافق نامه ای را امضا کردند. محمد کاویانی هم که خود را افغان معرفی کرده بود شامل آن شد و فوریه امسال به کابل برگردانده شد، با آنکه او اقدام کرده بود تا ایرانی بودنش را ثابت کند. متاسفانه وقتی ما به افغانستان رفتیم ما رو قبل از اینکه
مقامات آلمان و افغانستان با هم صحبت بکنم و ببینم که بنده ایرانی هستم، هواپیما پرواز کرد و من در افغانستان به مدت 65 روز اونجا موندم. بعد از اینکه سفارت افغانستان هویت او را تایید نکرد، محمد کاویانی به خرج دولت آلمان مجدداً به این کشور بازگردانده شد. به برلین می رویم. وزارت خارجه و اداره مهاجرین در این مورد خاص صحبت نمی کنند. اما با این حال می خواهم کلی تر از آنها در این مورد اطلاعات کسب کنم. شعبه برلین اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان اینجاست، در این ساختمون که بیشتر بخش اداریش هست. ساختمون مهمتر اما روبروی من در اونور خیابون هست. ساختمونی که پناهجویان برای اولین بار تقاضای پناهندگی میدن و کیساشون اونجا بررسی میشه. امروز میخوایم ببینیم که با کسانی که هنگام مصاحبه تخلف میکنن یا دروغی میگن چجوری برخورد میشه و چجوری با سیستم‌های جدید این رو بررسی میکنن. حدود یک سال و نیم است که اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان که به اسم بامف معروف است، از ابزارهای جدید کامپیوتری استفاده می کند. آنها می توانند از این طریق از تخلفات جلوگیری و هویت پناهجویان را تا حدی مشخص کنند. 60% پناهجویانی که به آلمان میان نه پاسپورت دارند نه مدرک شناسایی. برای اداره مهاجرت چالش بزرگیه که هویت این دست از افراد رو مشخص کنیم. قبلا باید اطلاعاتی که پناهجویا به ما میدادن رو باور میکردیم. امروز میتونیم این اطلاعات رو با نرم افزارهای جدید بررسی کنیم. برای مشخص کردن هویت پناهجویان عرب از یک نرم افزار مخصوص استفاده می شود تا از لهجه متقاضی متوجه بشوند که آن شخص کجایی است. حالا اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان قصد دارد زبان فارسی و زبانهای رایج در آفریقا را هم به این برنامه اضافه کند. به گفته اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان، از طریق ابزارهای جدید این اداره می شود ثابت کرد که حدود 2% از پناهجویان عمدن اطلاعات نادرست می دهند. در یک سال گذشته نزدیک به 6000 نفر از طریق نرم افزار تشخیص لهجه امتحان شدند. هویت 88% آنها از سوی کامپیوتر شناسایی و تایید شده است. بامداد اسماعیلی، برلین. در تاجیکستان به تازگی کتابی چاپ شده که زندگی نامه و نمونه هایی از آثار نزدیک به 180 شاعر و نویسنده سمرقندی را در بر می گیرد. نویسنده این کتاب حیات نعمت، شاعر و محقق شناخته شده اهل سمرقند است. کتاب سپهر آرزو حاصل کار بیش از 30 سال اوست و شرح حال و آثار نویسندگان و شاعران پارسیگوی سده 20 و نزدیک 20 سال اخیر سمرقند را معرفی می کند. خبرنگارمان سهراب ضیا به دیدن حیات نعمت سمرقندی رفته که برای چاپ کتابش در پایتخت تاجیکستان به سر می برد. اتاق کوچک در مهمانخانه فرهنگ در شهر دوشنبه، محلی کار و زندگی حیات نعمت سمرقندی در یک سال گذشته. تهیه کتاب آرزوهایش را به نام سپهری آرزو او در اینجا به پایان رساند. می گوید برای گردآوری مواد این کتاب به خانه تک تک شاعران و نویسنده های در گذشته سمرقند رفته، با پیوندان آنها صحبت کرده و آثار آنها را جمع آورده است. اما مهمترین مواد را از آرشیوی KGB یا همان سرویس اطلاعاتی شوروی پیدا کرده. یک وقت در ازبکستان مرکز معنویت و معرفت تشکیل شد و اجازت داده شد برای به آرشیو KGB در آمدن. من دو بار در آمدم و بسیار معلومات ها از اونجا گرفتم، اما بعد از آن من کردم در آمدن. در اینجا شاعران مثل ناجی کتقرغانی، مثل حمید لطفی پنجشنبگی، مثل عمر باقی، شهری سبزی، اینا آثارشان هیچ جا چاپ نشده است. حیات نعمت معرفی شعرا و نویسندگان را که در دوران تبعید استالینی در دهه 1930 کشته و یا به اردوگاه های کار اجباری فرستاده شده اند، یکی از ویژگی های پژوهشش می داند. عصر 20 فاجعه ترین دوره فرهنگ ملت تاجیک، حتی دوره اسکندر و چنگیز و عرب و تیمور به این برابر شده نمی تواند. به همین درجه فقط شاعر و نویسنده عالم گرفتن، زندانی کردن. از 102,800 نفر ادیبان به دادستانی کشیده شدن، 14,000 نفرش جزای عالی یعنی حکم پران گرفت.
در کتاب تازه نشری حیات نعمت شاعران و نویسندگان هم معرفی شدند که در تاجیکستان کار و زندگی کردند. مثل زنده‌یاد صدرالدین عینی، بنیانگذاری ادبیات نوین تاجیک که هرچند زاده بخاراست، اما بیشتری عمر خود را در سمرقند و چند سال را هم در دوشنبه گذرانده. حیات نعمت را از ستونهای فرهنگ و ادبیات و شعری امروزی سمرقند می دانند. نام او با جنبش ملی تاجیکان در دهه 1980 سمرقند گره خورده است. برای بسیار او به نماد مبارزه برای حفظ زبان فارسی تاجیکی در ازبکستان تبدیل شده. حیات نعمت حالا مشغول تهیه کتاب درباره 500 شاعر و نویسنده بخارایی به نام عمانی به آب مانده است. او را سرنوشت شعر و ادب پارسی در این شهر تاریخی آسیای میانه نگران کرده. با اندیشه او تا 10-15 سال آینده شاید دیگر شاعر پارسیگو در بخارا به عرصه ادبیات گام ننهد. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌های باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.